سلام به بر و بکس چون ای چون آه بیا سهیل اقتصادی فاز معاملاتی بیا معامله کنیم داری چه معاملاتی دیدی هر جا میام دو سه تا با ملاتین و این میلفه مامانته که با ملاتین اگه گل خونه داری گلو بکش زیرشو خودت تیجای آوردی میخواست دلت شو حالا اونم براش نوشتی ستو بیا پیش خودم اگه زدی سپر سیکتو او اینا همه دنیا میدونم من خیلی مال سپرم آقا خلاصه ما پری دریایی شدیم به رأی شما و بذاریم ببینید من پری دریایی هم میشه لطفا بری روی صندلی آقا من نه دیگه شما پرنسستو نشون بده بابا من مثلا زنکی میگن نمیرقصیم و بلند میشن شب نرو نرو میشکنه دیگه همینه که تو رو قرآن میشکنه تو رو خدا نم بیا پایین بعد یه چیزی بگم گفتی شبیه کی شدم شبیه خواهر بدجنسه سیندرلا آره آقا از شکلونه میپرسن اگه یه چیزی رو میخواستی بگی که یکی بود توی بیزنس که آری خیلی توش خولی یا تو بسکتبال چی شبیه هم بود گفت به آدمایی که باهاشون کار میکنی نباید بگی چی کار کنن من چون نمیفهمیدم واقعا ولی مثال خیلی خوب زد گفت من توی زمین بسکتبال توپ پاس میدم به مثلا شماره 7 دیگه شماره 7 نمیگم حالا برو چپ حالا برو راست حالا بپر دیگه به من اعتماد دارم چیکار میکنه همون استایل باید تو بیزنس داشته باشی وقتی به کارمند میگی برو اونو درست کن دیگه بذار کار خوش بکنه اگه دوست داری کارمند تو عوض کن من یادم داشتم با بابام از رفتیم نمیدونم میام نمیاد مامانم اینا اون ور بودن من و بابام این ور بودیم بعد داشتیم برمیگشتیم طرف مامانم اینا یه دختره خوابیده بود واقعا هیکل مشتی یعنی پاهای کشیده شکم تخت بعد برونزه تو تای دسته بعد اسپانیا یا اونجا هندو اسپانیا اینجا که از گوغت نباسن میام اسپانیا بعد ممه ها دو تا هندونه که اصلا باورت نمیشه بعد خوابیده بود روی شن خوابیده بود داشتش آفتاب میگرفت ولی واسه اینکه صورتش مثلا پوستش خراب نشه یه هوله رو 5 تا تا کرده بود گوشه رو صورتش آره. تو اون پوزیشن حالا یا خوابیده بود یا خوابش برده بود دیگه من نمیدونستم ولی من که شما میبینم طرفش خب مثلا یه دقیقه از دارم نگاش میکنم میبینم یه چیز خدای خوشگلی افتاده اونجا تکون نمیخوره بعد با بابام بودیم وقتی رسیدیم بهش من وایستادم بابام رفت بعد با بابام برگشت چیز من همجی باستاد دختر باستم دارم مماماشو نگاه میکنم بعد اومده میگه چرا نمیای گفتم چند تا تو هر وقت تو زندگی تو شانس میگیری که یه مم جلوی سبز بشه بدونی هم دختر نمیتون چشاتو ببینه دارم با دل سیر نگاه میکنم خلاصه آقا اینو نگاه کردم بعد رفتم جلوتر رسیدم به اون دختر که شم والیبال بازی میکردن دیدم آقا دیگه اصلا حشریت داره انفجار میزنه من چیکار کنم از اینجا چه چیکاری میتونم کنم اخه اینقدر خوشگلی حیف نیست واقعا الان من با شنبولم ور نرم نگاه کردم توی ساحل دیدم یه آقای توی آبه مثلا مثلا شکمش بیرونه یعنی تو شکمش توی آبه سینه هاش بیرون از آبه ولی دیدم تو شکم یارو دیگه نمیتونی ببینی خب اگه بس تا اونقدر بری عقب یه کسی نمیتونه شنبولتو ببینه توی ساحل رفتم اونقدر عقب برگشتم وقتی داشتم این والیبال رو نگاه میکردم توی ساحل اسپانیا شروع کردم جغ زدن نه بابا این کثیف در اینجا وای خدای من او یه دفعه بری بابام با یه دختر درواز کرد اینجوری کونه من رو دید با دو تا پای دختر اخ بعد دیگه نه درو بس رفت اومدم بیرون دیدم نیست بابا بعد هر چی کارگره میگم مگه نگفتم به من بگو گفت من نهیدم شوکه اومد از اون ور خونه وارد نهیدم بعد یه ساعت دو ساعت سه ساعت بابای نیومدم کجا رفته بس سه ساعت بابام اومد نشسته روزنامه میخونه سلام بابا اصلا برو خوش نبود من برو خوام نبودم میگم چی میگی سوال آخر بچه یا سگ خیلی سوال سختیه بچه سگ همه گفتن سگ یعنی راحت باشه سگ و وفاشون بیشتر از بچه خدا کنه بچه من نبینه سگ
100% سگ. من دو تا دختر دارم، یکیشو خیلی ازش راضیم، خیلی ازش راضیم، که اونی که ازش ناراضیم باعث شده که کوچیکم یه تاثیر بذاره. بابا ازت سگم تو بغلم همیشه، یعنی بدترین بلا رو سرش بیارم کدکش بزنم، مراتم که دو دقیقه بعد واده پیشم دیسر میزنه که ببخشید. پس من از بابای خودم معذرت خواهی میکنم. زنده باشی. نه شما هم چرا؟ من هر دوشو دارم، نمیدونم. هر دوشون هم دوست دارم. درست لیو؟ الان شایدم هم اینجاست. بچه‌تون هم اینجاست؟ هر دوشون پسرم اینم سگ. پس نمیتونن راستشو بگن. واسه همین میگم بچه. بگو داگی استایل میکردین. چی؟ بگو داگی استایل میکردین. نمیفهمم چی میگی. بگو داگی استایل. داگی؟ دادی؟ استایل سایل میکردیم. برو نمیخوام این حرف بدیه مثل. نه اتفاقا دخترها خیلی دوست دارن، میگن که بهترین پوزیشن دختر هاست وقتی دختر یه دستشو میذاره زمین یا پشت کنشو میکنه طرف آقاش شبیه سگ، اون میگن داگی استایل، یعنی استایل سگا. شما مثل که خیلی طرفدار داگی استایل نبودیم. خب نه اصلا نبود. خب بعد یه سوال دیگه بفرد. شما تو اون زمان بابا جون میومد خونه مثلا میخواستین کار مثلا چیکی بنگ بنگ بکنین چطوری بود؟ مثلا میگفت دستتو میمالو میگفت خانم چطوری شما خیلی خوشگل شدی بود؟ نه اصلا خوشگل مشکلی ب... یا چی فقط من دامنو میزد بالا خم میکرد؟ نه خوشگل مشکلی حرفی نبود. مرد سالاری تا دسته ها؟ میگم مرد سالاری تا دسته بوده ها؟ آره بابا. ببین پسرها خدایی خیلی خوب شدن. پسرها 80% خوبن، 20% چاقالن، 100% هم چیت میکنن. یعنی هر کی نمیتونه با این قضیه دیل بکنه، خوری. آقا پسر دست خودش نیست، وقتی دودش رو شرق میکنه میگه برو اونو بکنه، نمیفهمه بچه رو کنه. نگو. بابا خب حقیقته، بابات این کارو کرده، بابای من کرده. پسرت که بزایی دوستو خبگیره میکنه، یعنی باورت نمیشه. آقا پسرت خونشه چیکار کنه؟ پسر باید روزی دو نفر رو ترتیبشو بده، به خاطر اینکه زنگ گرفته سال یه بار مثلا میره، تو مغز خودش داره تازه حالم میده به دختره، مثلا یه دارم سکرفایز هم میکنم، مثلا شموناس هم 364 روز در خدمت شما، یه روز در خدمت مثلا همسایه. ببین حق داریم ما وحشی باشیم، بعد میگن چرا وحشی اعصاب نداریم. سر یه روز واقعا چی میشه یه روز پسر به تطبیقی بده؟ واقعا چی از تون کم میشه؟ آقا برعکسش هم قبول میکنین؟ ببین یکی نیست، اصلا یکی نیست. چرا یکی نیست؟ پسر میره اون تو آبش که میاد، اصلا اسم دختر اصلا تخمش هم نیست. شما اون لحظه تازه عاشق میشین و شما دخترها وقتی که با یه نفر میفهمم یه سری دختر هستن که یه شب میخواد بره بده تخمش هم نیست، میفهمم، نمیگم شما همیشه عاشق میشین، ولی وقتی تو کلاب نرفتی بدی، اگه داری مثلا تو خیابون راه میری یه پسر رو میبینی با هم حرف میزنی، بعد دو هفته مثلا میگی اوکی این بد نیست، رابطه برقرار میشه، یه کافی میخوری، تو داری مثلا یارو سناریو سازی میکنی. وقتی با یارو حتی یه بارم بخوابی، یارو میه تو خیارشوره. پسرا اینو ندارن، پسرا میخواد فقط ترتیب یارو بده، بعدش مثلا یادش نمیاد دختره رو. خب ولی دختر اینو نداره، دختر حتی اگه تازه با پسر خیلی هم چیز نشته باشه، وقتی باش اگه خوب باشه سکس پسره، تازه عاشق میشه همون شب. اینقدر احساسات به خرج دادیم واسهتون که اینا رو برمیداریم به ما میگین بیا اینم آخرش. سالی یه بار اجازه بده ما بریم بومولی ببیلی. النا به من اجازه داد، گفتش که چون که تو دیگه تو تلویزیون اینا رفتی احتمالاً دختر مختار زیاد میاد نور برات، خواستی کاری بکنی بکن، فقط من نفهمم. بعد منم توی دورای گیر کردم چون دیگه نمیتونستم بپرسم مطمئنی؟ چون داره میفهمه دیگه. واسه همین من دیگه بگم اوکی. آقا وارن بافه میگه فرض بکن اگه فقط یه دونه ماشین بهت میدادن، مثلا آقا این ماشین مال تو، تا آخر عمر دیگه نمیتونی ماشین بخری، چیکار میکردی؟ هر رو بهش میرسیدی، وقتی برف میومدش رو کاور میکردی، سعی میکردی تو پارکینگ پوشیده پارش کنی، روغنش به موقع عوض میکردی، باش زیاد گاز و گوز نمیکردی. حالا میگه همون فکر راجع به بدن خودت بکن. آقا من امروز شما بعد از واقعا شاید میگم 10 سال اومدم جیم و به خاطر رفیق و به خاطر بدن خودم. اونایی که مثلا مشکل بدنی دارن و کنگو شدن پاشین آقا، فقط این نه رو نگی، برو توی جیم بشین تو جیم دختر رو دید بزن. آره من رفتم یه دفعه میخواستم شنبول مصنوعی بخرم برای
همخونه ایم النا. بعد این بده بعد مثلا 70,000 تا ریویو داشت و من تا حالا هیچی توی آمازون ندیده بودم که مثلا بالای 10,000 تا ریویو داشته باشه. بعد خانوما توضیح دادن که چه عشقی میکنن با این شنبول مصنوعی ها. بعد یعنی حسودی کردم که شنبول مصنوعی نمیشه گفت مثلا چه میدونم وایبریتور ان مثلا همون دیگه. نه اونو میگم معذرم میگم اونو که اینجوری سرش گرده بعد چی میشه مسواک میمونه. اوکی اونم هم از من بود. داستان با آموزاگ هم گفتم با آموزاگ هم مورد هم بشکتم که با من جون میخواه برد شمول مصنوعی بگیرم. بعد گفتش که نه دیوونه این چه حرفی میزنی. گفتم من که نمیدونم، من که پیرزن 85 ساله نیستم. من گفتم اگه تو مثلا بخوایی هیچ جوری نمیتونی به این برسی. گفتم بذار من ازت بگیرم. حالا هم نمیدونم. گفت نه اون تو رو دروسی گیری کرد نکرد. شاید با بزرگ چیز اوکیه نه با بزرگ مرده. بعدش هم بهش گفتم گفتم آخرین باری که مثلا به بابازم که گفتم آخرین باری که مثلا سکس چی کی بود، گفت مثلا من همین امروز هم میتونم کاری بکنم. محمود هم گفت مثلا 30 سال پیش. من نمیدونم کی راست میگه. اوخ بده خیلی بده این بده